اگر اینجا گفتیم یک کلمه دیگری را بیاریم، مین مثلا، باز معناش میشه از او. در بخش فعل ما شما میخوانیم و توضیح خواهیم داد که هیچ فعل بدون ضمیر نیست. بیشتر به خواننده و کسایی که زیاد بلد نیستن به ترجمه قرآن آشنا شوند. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا، نباشند مانند کسایی که از خانه‌های خود خارج شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 15 جمع مکسر و برخی اوزان آن. در درس قبلی تذکر دادیم که اسم سه حالت داره، یکی حالت مفرد، حالت تثنیه و حالت جمع. حالت جمع را هم توضیح دادیم که یا جمع سالم هست و یا جمع مکسر. اوزان جمع سالم را که دو بخش داشت، جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم، در درس قبلی ما شما با مثالهایش تمرین کردیم. در این درس ما شما جمع مکسر را و یک تعداد اوزانش را میخوانیم، تعریف میکنیم و مثالهایش را در قرآن کریم با هم میبینیم. مکسر از ریشه کسر گرفته شده. کسر یعنی شکستن. جمع مکسر یعنی جمع شکسته. جمع مکسر به او جمع گفته میشه که حالتی مفرد یک اسم وقتی جمع کردن سالم نمیمانه و میشکنه. وقتی که ما یک اسم را جمع سالم بکنیم، یعنی مفرد به حال خودش سالم میمانه، فقط در آخرش یا واو و نون یا الیف و تا اضافه میشه در مذکر و مؤنث. به طور مثال گفتیم مسلم، مسلمون، فقط واو و نون را اضافه میکنیم، جمع مذکر سالم میشه. و در مسلمتون الیف و تا میاریم، مسلمات، جمع مؤنث سالم میشه، مفرد به حال خودش باقی است. اما در جمع مکسر مفرد میشکنه. ببینین در مثال رجال، رجال جمع رجل هست، مفرد رجل هست. وقتی که ما رجال میگیم در مابین یک الیف اضافه میشه و مفرد به حال خودش باقی نمیمانه، پس این جمع را گفته میشه جمع مکسر. یا کتب که جمع کتاب هست و غیره. اوزانش را در جدول میبینیم ما شما، در دو درس بعدی هم جمع مکسر را میخوانیم. تفاوت جمع مکسر با جمع سالم یک تفاوت لفظی داره و یک تفاوت معنوی. تفاوت معنوی این هست که جمع سالم اکثرا مخصوص عقلا است، یعنی برای کسایی استعمال میشه که یا اشیایی که ذوی العقول باشند. به طور مثال خب ذوی العقول معلوم است، انسان، مسلمون، مؤمنون، ظالمون، عابدون، صائحون، مؤمنات، تائبات، عابدات، صائحات، یعنی این همه صفاتی کسی شده میتونه که دارای عقل باشه. اما جمع مکسر عام است، هم برای ذوی العقول استفاده میشه و هم برای غیر ذوی العقول. به طور مثال رجال، رجال جمع رجل هست، حالا رجل ذوی العقول هست. و کتب جمع کتاب هست، در حالی که کتاب ذوی العقول بوده نمیتونه. فرق دوم فرق لفظی هست. در مفرد در جمع سالم باقی میمانه، اما در جمع مکسر سالم نمیمانه، میشکنه، که ایره قبلا هم توضیح دادیم. حالا برخی اوزان جمع مکسر را در این درس توضیح میتیم. اول افاعیل. بعضی وقت یک اسم را ما جمع میکنیم با ای وزن، به طور مثال اراذیل. اراذیل ببینین بر وزنی هم وزنی افاعیل هست. اراذیل جمع رذیل یا انامیل. انامیل افاعیل هم وزن می باشن. یعنی هر اسم را وقتی که ما شما دیدیم با این وزن برابری کرد، پس می دانیم که این جمع است، جمع مکسر. یا اصابع، ما شما در حرف الف خواندیم که اصبع، انگشت. حالا اصابع بر وزن افاعیل میشه، جمع میشه، اصابع جمع اصبع. همچنان افعیلا،
هر اسم را ما شما در قرآن کریم وقتی که ببینیم بر وزن، یعنی هم وزن افعیلا باشه، به طور مثال اشداء، اغنیا، اولیا، اینها جمع هستند، جمع مکسر. حالا ما مفرد اینها را چطور پیدا بکنیم که مفردی از این چی هست؟ چون جمع مکسر به اصطلاح خلاف قیاس هست، پیدا کردن مفرد یا یک مفرد به این اوزان جمع کردن یک نوع مهارت یا تجربه در زبان عربی میخواهد. به طور مثال اراذل ببینین مفردش رذیل هست، در حالی که انامیل باز مفردش این میله هست. یعنی فرق نمیکنه که مفرد یک رقم باشه و ما قیاس بکنیم که هر این رقم اسم مفرد را ما به این وزن جمع کرده میتونیم، نه، مفرد فرق میکنه در حالی که جمع یک وزن داره. یا اصابع جمع اصبع. افعیلا ببینین اشداء جمع شدید هست، شدید، و اغنیا جمع غنی، اولیا جمع ولی. به همین ترتیب ما وقتی که میبینیم یک اسم ربایی اوزان قرار داشته باشه میدانیم که جمع است. فعول هست با وزن مانند شهود، فعول، شهود. به طور مثال ان اتخذ من الجبال بیوتا، بیوت حالا جمع است. چرا جمع است؟ علامه جمع بودنش چی هست؟ بر وزن فعول هست. و بنین شهودا یا قرون. خلاصه هر اسم وقتی که ما دیدیم هم وزن فعول بود او جمع هست. فواعل مانند کوافر، ولا تمسکو بعصم الکوافر، کوافر جمع کافر. قواعد، و اذا رفع ابراهیم القواعد جمع قاعده، والقواعد من النساء، این هم جمع قاعده هست، گرچه فرق میکنه معناش. این مفرد قواعد قاعده هست به معنای اساس و پایه، و اینجا قواعد جمع قاعده، این شخصی که نشسته هست، و اینجا مؤنث هست. قواعد من النساء یعنی زنانی باز نشسته، زنانی که در خانه نشستند. وزن دیگری که ما شما به جمع مکسر، جمع مکسر داریم مفاعل هست. هر اسم را ما شما دیدیم در قرآن کریم و در زبان عربی که با هم وزن مفاعل بود او جمع هست. ما کوشش میکنیم مفردی او را پیدا بکنیم که با یک مهارتی پیدا کرده میتونیم. به طور مثال مساجد جمع مسجد، مشارق جمع مشرق، مغارب جمع مغرب. با همین ترتیب دیگه مثال های زیادی در قرآن کریم داره. وزن دیگری ما مفاعیل هست، یعنی با اضافه کردن یک یا بعد از ما قبل اخیری وزن. در وزن پنجم مفاعیل داریم بدون یا، و اینجا مفاعیل به همراه یا. به طور مثال شیاطین، مصابیح و غیره. این وزن هم زیاد مثال ها داره در قرآن کریم. در این درس ما شما این شش وزن باید به طور دقیق یاد بکنیم و مثال های از این را تلاش بکنیم در قرآن کریم پیدا بکنیم، و هرگاه مثال را پیدا بکنیم تلاش بکنیم که مفردش را هم پیدا بکنیم. حالا به بخش دومی درس امروزی میریم. در درس قبلی ما شما کلمات پرتکرار را به حرف خا تمرین کردیم، مثال هایش را هم در قرآن کریم. حالا کلمات کم تکراری که به حرف خا در قرآن کریم وجود داره اینها را میخوانیم. طبعا کلمات کم تکرار شدن، یک یا دو سه بار، و خیلی آسان هست، فقط یک بار دو بار با یک مثال ما این کلمات را حفظ میکنیم. اول خال یا خاله، البته مفردش هم خل هست که ما در کلمات پرتکرار خواندیم، یعنی از دوستی گرفته شده. خال، خاله، ماما و خاله گفته میشه چون قرابت خیشی و دوستی بین اینها وجود داره، به خاطر خال
و خاله که مؤنثش است از این ریشه گرفته شده، بنات خالق. بنات را ما شما در حرف با خواندیم، بنت دختر، این هم جمع است خال. و بنات خالق یعنی دخترای خاله، خال مامای تو. و بنات خالاتیک جمع مؤنثش هست، جمع مؤنثی سالم به اصطلاح، چون مفرد خاله هست، خالات جمع شد. خب به معنای پنهان شدن. الله یسجد لله الذی یخرج الخب فی السماوات. چرا سجده نمی کنند به خدایی که بیرون می سازد چیزی پنهان را؟ به طور مثال دانه یا هسته، هر چیز در زمین پنهان است و خداوند او را خارج می کند. خبت به معنای متواضع شدن، تواضع کردن. و بشیر المخبتین. مخبت یه حالت فاعلیش است، یعنی کسی که متواضع است. مخبتین جمعش، جمع مذکر سالم. خبز نان. و قال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا. این کلمه یک بار در قرآن کریم در سوره یوسف آمده. گفتم و یکی از دو نفری که داستان خوابش را به حضرت یوسف قصه میکردن، گفت ما در خواب میبینم که در بالای سر خود نان میبردارم. پنجم کلمه خبل به معنای فساد و تباهی میآید، مثل لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. اگر منافقین با شما بیرون شوند زیاد نمی کنند در میان شما مگر فساد و تباهی و بدبختی را. خبو به معنای خاموش شدن. کلما خبت زیدناهم سعیرا. هرگاه آتش جهنم خاموش شود ما آتش او را زیاد می کنیم. خطر به معنای عهد شکستن. و ما یجحد بی آیاتنا الا کل خطارین کفورین. و انکار نمی کند. جهد، یجحد، ریشش جهد است که ما شما در حرف جیم خواندیم به معنای انکار کردن. و انکار نمی کند با آیات ما. آیات را هم در حرف الف خواندیم، الا مگر در بخش حروف خواندیم. کل را هم کلمه آسان است، کل. حالا خطار، خطار ببینین از ریشه خطر گرفته شده. و این در درسای بعدی میخوانیم که بر وزن مبالغه هست، بسیار عهد شکن. کفور هم به وزن فعول هست، این صیغه مبالغه است. متوجه باشیم در وزن جمع خواندیم فعول بود. اگر اینجا کفور نگیم کفور استعمال بکنیم باز جمع میشه. اگر کفور به یعنی فتحه کاف تلفظ بکنیم بازی صیغه مبالغه میشه که در سایه بعدی ان شاء الله میخونیم. خد به معنای رخسار یا چهره. ولا تصعر خدك للناس. و حرکت نتی، تمسخر نکن. کنایه از تمسخر کردن روی خود یا چهره خود، رخساره خود در مقابل مردم. خد یا اخدود که از این ریشه گرفته شده به معنای گودال یا کنده بزرگ. قتل اصحاب الاخدود، کشته شد صاحبان اخدود، و گودالی که در سوره بروج قصه را در قرآن کریم الله متعال بیان کرده. خدن به معنای پنهانی دوست شدن، یعنی با کسی یا یک مرد با زن یا زن با مرد به طور پنهانی دوست شوه، این در زبان عربی خدن میگن. ولا متخذی اخدان، ولا متخذات اخدان. هم درباره مؤمنین میایه، هم درباره زنان مؤمن، مردان مؤمن که دوستهای مخفی پنهانی نگیرن. خذل معنی خار کردن و ذلیل کردن. و کان الشیطان للانسان خذولا. و هست شیطان برای انسان خار کننده و ذلیل کننده. خذول هم بر وزن فعول هست. اگر فعول استعمال بکنیم بر وزن شهود یا فعول جمع میشه، ولی اینجا خذول هست به فتح به اصطلاح حرف اول فا. خردل به معنای ارزون یک دانه به اصطلاح حبوبات هست. و این کان مثقال حبه من خردلین، به اندازه دانه
ارزون خرس بمعنی تخمین زدن این یتبعون الا الظن و اینهم الا یخرسون و اونها نیستن مگر تخمین میزنن از پیش خود هر چیز را بدون علم. خرطوم در اصل خرطوم اما بینی یا خلدونی فیل را گفته میشه، ولی اینجا کنایه از بینی انسان هست، یک انسان معهود و مشخص. سنسیم هو علی الخرطوم، ما اون را علامه نشانی میکنیم بر بینیش. خرق به معنای پاره کردن، حتی ایدارا که با فی سفینتی خرقها، پاره کرد آن را. قال اخرقت حالی تغرق اهلها، موسی علیه السلام به خضر گفت این را پاره کردی تا اهلی را غرق بکنی. خس به معنای دور شدن، قال اخسئوا فیها، گفت اخسئوا فیها، خداوند میگه که شما دور شین، چوب باشین، به معنای چوب شدن هم میگه چوب باشین، و اهل جهنم گفته میشه ولا تکلمونی. خشب به معنای چوب هست، و این یقول تسمع لقولهم کانهم خشب، گویا اونها خشب هستن. خشب هم بر وزن فعل کتب رسول که وزن زیر در درس بعدی انشاءالله میخونیم، گویا اونها چوبهای مسنده هستن، تکیه داده شده یا استاد. خاص به معنی خاص گرداندن، یختص به رحمتی من یشا، خداوند خاص میگردانه به رحمتش کسی را بخواه. خصاصه نیاز و ضرورت و احتیاج، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اگرچه با خودشان ضرورت و نیاز و حاجتی باشه، یعنی دیگران را بر خود ترجیح میدن. این صفت مؤمنین است، اگرچه یک چیزی با خودشان ضرورت است ولی دیگران را بالای خود ترجیح میدن، ایثار میکنن. خصف معنی جمع کردن، و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، در داستان حضرت آدم و حوا شروع کردن، یخصفان جمع میکردن بر خود برگه های درخت های جنت را، بعد از اینکه به اثر همو نافرمانی از امر خداوند و استفاده از شجره ممنوعه لباس هایشان از بدنشان دور شد. خض به معنی چیدن خار از درخت. فی سیدری مخضود، در درخت سیدری مخضود، مخضود برای وزن مفعول که وزنش بعدا در اسم مفعول میخوانیم، یعنی درخت سیدری که خارهایش چیده شده است، پس معنا میکنیم بدون خار. خضع نرمی کردن، فلا تخضعن بالقول، از خضوع، خضوع هم به همین معناست، یعنی در این خطاب به زنای مسلمان هست. فلا تخضعن بالقول، با وقتی که هنگام ضرورت با شخصی بیگانه سخن میگین، سخنای خود را نرم و آهسته نگین، آهسته صحبت نکنین، نرم صحبت نکنین. فیطمع الذی فی قلبه مرض، خطو به معنی قدم زدن، ولا تتبعوا خطوات، این خطوات بر وزن مثلا جمع مؤنث سالم هست، مفردش خطواتون میشه، اصل ماده خطو هست، خطواتون یعنی یک قدم، خطوات قدمها، قدمهای شیطان را پیروی نکنین. خفت به معنی آهسته و سری سخن گفتن، فانطلقوا وهم یتخافتون، اونها با یک دیگر آهسته و سری سخن میگفتن. خلع به معنای کشیدن، اینی انا ربک فخلع نعلیک، بکش نعلهای خود را. خمد به معنای خاموش شدن، این کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون، ناگهان اونها خاموش و بدون حرکت بودن. خمس، و علم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه، پنج یک، یک بر پنج. خمس به معنی گرسنه شدن، فمن اضطر فی مخمصه، در مخمصه یعنی در حالت گرسنگی زیاد، خمس حالت زیاد گرسنگی، حالت معمولی گرسنگی را ما شما در حرف جیم خواندیم جوع گفته میشه. خمس یعنی گرسنه شدنی بیش از حد. خمت به معنی تلخ،
ذواتی اوکلین خمطین، صاحبای میوه های تلخ. خنس اون پنهان شدن، من شر الوسواس الخناس، پناه میخوام به خداوند از شر شیطان وسوسه‌گر و پنهان شونده که وسوسه خود میکنه باز پنهان میشه. خنق خفه کردن، و المنخنقه و حیوان خفه شده هم حرام میشه. خوار فخرج لهم عجلا جسد له خوار، خوار یک آوازی خاصی. خواب نامید شدن، و قد خواب من دستاها، و نامید شد کسی که دستاها به دست مثل ناقه که داستانش میاید در قرآن کریم، مثل او را مثل پی زدن. خول به معنای بخشش کردن، ثم اذا خولنا نعمه، وقتی که ما او را بخشش بکنیم، یک نعمتی برش فراهم بکنیم. خوی به معنای خالی شدن است، فتلک بیوتهم خاویه، اینجا این از خانه هایشان خالی. خیاط به معنای سوزن است، حتی یلجل جمل فی سم الخیاط. خیط به معنای تار، یتبین لکم الخیط الابیض، آشکار شو برای شما تار یا مخطی سفید است، خطی سیاه که منظور صبح دم است. خیل به معنای اسب، و الخیل و البغال و الحمیره، و همچنان به معنای خیال کردن هم می آید. و یخیل الیه، یخیل ده خیالی از او می آمد. خیل هم یعنی معنای خیل با خیال کردن، و اسب که معناش مثل ریشش خیل هست مناسبتی داره. این بود کلمات قرآن کریم به حرف خا، کلمات کم تکرار، و تا اینجا ما شما کلماتی آسان پر تکرار و کم تکرار را خواندیم با حرف خا. کار عملی ما شما طبعا قسم معمول یک صفحه قرآن کریم را مطالعه میکنیم، ضمنی از اینکه این ریشه کلمات را حفظ میکنیم با معناش از اول تا به آخر، یعنی تا حرف خا در صفحاتی که مطالعه میکنیم کوشش بکنیم که تمام درسایی که خواندیم اونها را ریشه کلمات را پیدا بکنیم. و کاری اساسی که امروز ما شما باید انجام بدیم این هست که پنج وزنی که در این درس امروز ما شما خواندیم از جای مکسر، اینها را در صفحات مورد نظر پیدا بکنیم، و کوشش بکنیم از دیگر جای هم یوزان را پیدا بکنیم، و مفردات او را هم نشانه بکنیم، پیدا بکنیم، که برای ما شما کمک میکنه روز به روز مهارتمون در ترجمه قرآن کریم بیشتر شود. حالا میریم یک قرآن کریم را باز میکنیم، میریم به یکی از سوره های قرآن کریم، سوره شورا. یک آیتی را، یک دو آیتی را تمرین میکنیم. حامیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات است که گفتیم الله اعلم بمرادی. کذالک، ذالک کم، حرف تشبیه است که در جمله حروف می مانند ذالک را ما شما در اسماء اشاره خواندیم. هر جا در قرآن کریم وقتی که کذالک یعنی کاف تشبیه و همراه ذالک یک جا میشه، باز معناش میشه همچنان، یعنی مثل او. این یمو ذالکه که اسمی اشاره بود برای بعید، همچنان یعنی همچون آن، که همچون ذالکه آن، همچنان. یوحی ایلیک، یوحی ریشش وحی است، ایلیکه هم ایلا و کاف، و ایلالذین، الذین رم گفتیم اسم موصول هست بسوی کسایی که من قبلیک. الله عزیز الحکیم، وحی میکنه الله که عزیز و حکیم است. له ما فی السماوات، سماوات هم جمع است، جمع مؤنث، جمع مؤنثی سالم، چون مفردش سما هست و جمعش سماوات. و فرقی که گفتیم جمع سالم و جمع مکسر، در جمع سالم اکثرا برای ذوی العقول می آید، یعنی گاهی غیر ذوی العقول هم به جمع سالم میشن،
به طور مثال سما ذوی القول نیست، ولی ببینین جمع شده سماوات و ما فی الارض، گاهی ارض هم جمع میشه به ارضین ارضون. و هو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکه یسبحون بحمد ربهم. و حمد هم به حرف خا خوانده ح، و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء. اولیاء ببینین بر وزن افعیلا جمع هست، جمعی ولی. الله حفیظون علیهم و ما انت علیهم بوکیل. و کذالک به همین ترتیب تلاش بکنیم چند صفحه قرآن کریم را مطالعه بکنیم و درسای گذشته و امروزی را تمرین بکنیم. تا درس بعدی، الله یار و نگهداری همه ما و شما.